سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. وزیر بهداشت و وکیل مردم بحث می کنند و در آن سو بیماری کرونا بی توجه به ماهیت و اهمیت این بحث ها جان شهروندان سیستان و بلوچستان را که از بدیهی ترین امکانات محرومند می گیرد و سلامتشان را تهدید می کند. بنده 40 سال کار سیاسی امنیتی کردم. بهتر از شما میدونم. آقای مالکی، من سی سال پیش من در این استان داشتم مالاریا جمع میکردم. جناب آقای مالکی، منم از پشت کوه نیامدم. آقای دکتر نمکی، ما هم از پشت کوه نیومدیم. موقعی که بنده تو مملکت معاون رئیس جمهور بودم، معاون قوه قضاییه بودم، سفیر بودم، فلان بودم، جناب عالی کجا تشریف داشتید؟ بنده هم 30 سال پیش معاون وزیر بودم. 8 سال پیش رئیس دانشگاه بودم. شما تا از مردم استان عذرخواهی نکنید. استان به دلیل هر قصوری همیشه عذرخواهی کردم، اما از حرف بی ربط کسی اگر برای نظام و برای پایمال کردن خون شهدای سلامت و برای زحمات اینا بوده هرگز نمیبرم. آقای دکتر با الفاظ بازی نکنید، ما مباحث اینجا نکشونید. عرض میکنم این حرفایی که شما زدید، روز بعدش معاون وزیر کشور اومده بود اینجا به اتفاق آقای استاندار، آقای دکتر هاشمی معاونینش هم بودن، رفتیم همه جا رو بازرسی کردیم. همین 320 تخت خوابی که جناب عالی میفرمایید، رفتیم از آقایون پرسیدن آقایون شما چند تختشون آماده است. یکی از دوستان گفتن 100 تخت، یکی از دوستان فرمودن 30 تخت. سوال شد که آیا آماده هست 30 تخت که ما بیمار بذاریم؟ بعد گفتن نه، چون پزشک نداریم. آنچه شنیدید بخشی از جدل نماینده مردم زاهدان و وزیر بهداشت بود که به توهین کلامی ختم شد. در دیدگاه همراه با مهدی نخل احمدی، روزنامه نگار از ایتالیا، میزان درگیری این روزهای سیستان و بلوچستان با بیماری کرونا را بررسی می‌کنیم و از تحولات درمانی و بهداشتی بعد از سفر وزیر بهداشت به استان می‌پرسیم. آقای نخل احمدی، سیستان و بلوچستان و یکی از 3 استان با بیشترین تعداد مبتلا و جانباخته میدونن. از آخرین وضعیت استان برای ما بگید، اوضاع الان اونجا چطوره؟ خدمت شما عرض کنم، ظاهرا بر اساس آماری که دیروز و امروز منتشر شد، تعداد مبتلایان از 1570 نفر هم تجاوز کرده. تعداد جانباختگان نزدیک به 30 نفر اعلام شده که البته در ادامه خواهم گفت که این آمار واقعا قابل تشکیک هست قطعا. و تعداد بستری‌ها هم حالا با توجه به چیزهایی که اعلام کردن نزدیک به 5000 خورده‌ای، تقریبا 5570 نفر ظاهراً تعداد بستری‌ها یا کسانی هست که وضعیت وخیم‌تری دارند. اما اون چیزی که در سیستان و بلوچستان شاید بیشتر مورد توجه و نگران کننده است این هست که غالب مبتلایان از کسانی هستند که مبتلا به این سویه جدید ویروس کرونا، یعنی دلتا هستند، که حالا بر اساس گفته‌های کارشناسان هم سرعت انتشار بیشتری داره و هم نسبت به حالا وخیم شدن وضعیت بیمارانی که مبتلا هستن استعداد و پتانسیل بیشتری در این ویروس وجود داره. سفر نمکی به سیستان و بلوچستان چه دستاوردی داشت؟ آیا امکانات جدیدی به شهروندان این استان تعلق گرفت؟ ببینید، یک اتفاق جالبی افتاد. آقای نمکی تا پیش از اینکه سفر بکنن به سیستان و بلوچستان بارها صحبت از سیاه نمایی کردن، حتی از واژه دروغ هم استفاده کردن ایشون و ادعا کردن در سیستان و بلوچستان همه چیز تحت کنترل هست، همه مسائل یا امکانات در سیستان و بلوچستان موجود هست. اما بعد از سفر یا در حین سفر آقای نمکی در اونجا، ایشون یک جمله گفت و گفت که وضعیت در بخش‌های از سیستان و بلوچستان فاجعه بار است و بیشتر از آنچه که ما تصور می‌کردیم این استان محروم هست. حالا صحبت از این هست که آقای نمکی و شاید بسیاری از مسئولین در جمهوری اسلامی فقط بر اساس یک سری از آمار و اطلاعات مغرضانه ای که برخی از حالا مسئولان بومی به دلایل مختلف اونها منتقل میکنن، میان و محاسبات خودشون رو و استدلال‌های خودشون بر همین اساس مطرح میکنن. صحبتی که آقای سعیدی داشتن، نماینده سیستان و بلوچستان، در حین سفر آقای نمکی به این استان، ایشون اعلام کرد که ما نزدیک به 1/4 بقیه
استانهای دیگر به لحاظ تعداد پزشک و تعداد پرستار بضاعت داریم، یعنی آمار بسیار آمار پایینی هست. ایشون صحبت از این کردن که سرانه تخت تقریبا نصف تخت برای هر 1000 نفر هست، در صورت که متوسط در کل کشور 1.7% هست. خب به هر حال آقای نمکی ظاهراً به چشم خودشون دیدن که پروژه‌های در این استان بوده که از 10-15 سال پیش اینها کلنگ خورده اما بلا تکلیف مانده، اما اون گزارشایی که بهشون دادن گزارشایی بوده که حالا بر اساس این گزارش ها در این پروژه های ناکامل هم تخت هایی رو در نظر گرفتن و بر اساس این تخت ها آمدن و آمار و تحلیل دادن. نهایتا بهتر شاید بهترین دستاورد این بوده که ایشون اعلام کردن که ما کسانی که بیماری کرونا دارن رو رایگان درمان میکنه و یکی دو تا پروژه هم اینها آمدن افتتاح کردن، تا پروژه هایی که معلوم نیست واقعا باز هم با این شرایطی که الان هست به نتیجه برسه یا نه. رئیس جمهور ایران هم مدعی شده که سرانه تخت بیمارستانی در سیستان و بلوچستان با استانهای کشور برابره. شما یه جایی اشاره کردین توی صحبت قبلیتون به این، نظرتون درباره این ادعا چی آقای نخل احمدی؟ ببینیم، در 19 بهمن ماه سال 99 خبرگزاری دانشجو گزارش منتشر کرد و از یک سری تخلفات یا فسادها در سیستم بهداشت و درمان سیستان و بلوچستان پرده برداشت و نسبت به کمبود امکانات بهداشتی و درمانی در سیستان و بلوچستان هشدار داد. بخشی از این گزارش در واقع همین بحث کمبود سرانه تخت بود. در اونجا اعلام کرد که به ازای هر 1000 نفر 0.6 تخت هست که در اون زمان سرانه تخت در کشور 1.76 بود. به نظرم امروز آقای سعیدی، البته دیروز آقای سعیدی اعلام کرد که ما الان سرانه تخت به 0.5 تقلیل پیدا کرده و این تقریبا میشه گفت که بسیار نسبت پایینی هست. متاسفانه این واقعا بی تدبیری و شاید بی مسئولیتی و بی وجدانی افرادی مثل آقای روحانی و پیش از این آقای نمکی باعث شده که متأسفانه واقعیت ها در این استان هیچ وقت دیده نشه. بعضی از مسئولا همچنان مردم رو عامل اصلی سرعت شیوع کرونا میدونن در استان سیستان و بلوچستان. این حرف چقدر دقیقه آقای نخل احمدی؟ سوال اینجاست آیا امکانات کنترل و پیشگیری در اختیار مردم منطقه بود و اونها رعایت نکردند؟ ببین، ما سالها هست، یعنی حالا بسیاری از فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی صحبت از این میکنن که فاصله حالا توسعه یافتگی در سیستان و بلوچستان در روزهای مختلف یک تفاوت بسیار چشمگیری نسبت به استانهای دیگه داره. ما استانی هست مرزی که اولین بار سویه جدید کرونا از این مرز سیستان و بلوچستان وارد شد. هنوز هم که هنوز مقامات کشوری اقدامی برای بستن مرزها به صورت کامل نکردن. ما با استان مواجه هستیم که نزدیک به 70% اونها زیر خط فقر هستن. بیشترین آمار بیکاری رو دارن. بیشترین آمار بیسوادی یا محروم از تحصیل رو دارن. ما خانواده هایی داریم که واقعا برای خرید یک ماسک 1000 تومانی اینها مشکل دارن. در گزارش که آقای سعیدی منتشر کرد اعلام کرد که برخی از افرادی که در روستاها زندگی میکنن نزدیک به 150 تا 170 کیلومتر باید راه طی بکنن تا فقط به کیت تشخیص دست پیدا بکنن و این به معنای است که بسیار از افراد در این روستاها میمیرن اما هیچ در واقع اینها جزء مرگ یا در واقع جان باختگان کرونا محسوب نمیشن. ما بیشترین تعداد افراد بی شناسنامه رو در این استان داریم که مرگ اینها اصلا ثبت و ضبط نمیشه. کسانی که بضاعت خرید ماسک، مواد شوینده یا حتی اینها آب ندارن، بسیار از اینها هنوز با تانکه برای اونها یک حد مشخصی آب روزانه میدن که فقط صرف خورد و خوراک اینها میشه. طبیعتاً این که توپ رو در زمین اینا مردم بندازن و مردم مقصر قلم داد بکنن کمی بیوجدانی هست. علت رها شدگی سیستان و بلوچستان چه آقای نخل احمدی؟ چرا دولت و حکومت به وضعیت شهروندان این منطقه اینقدر بی توجهن؟ ببین، به هر حال ما یک حاکمیت ایدئولوژیک داریم، حاکمیتی بر مبنای اون بر اساس یک دین مشخص، یک مذهب مشخص، یک زبان مشخص و یک قومیت مشخص هست. برای اینکه این در واقع ایدئولوژی بخواد به هر حال یک اطلاعی یا به هر حال به صورت نمادین اطلاع داشته باشه، طبیعتاً باید گروه‌های قومی، مذهبی یا زبانی دیگری که در کشور هستن اینها به هر دلیلی شده خب به هر حال در یک محدودیت یا
یک استثناء قانونی قرار بگیرن. خب مناطق مثل سیستان و بلوچستان، کردستان، خوزستان، ترکمن صحرا، مناطقی که اینها به هر حال تفاوت‌های به لحاظ قومیتی، زبانی و مذهبی دارن، این مناطق خب به هر حال چون شاید بر اساس اون اولویت یا بر اساس استاندارد حاکمیت یک سری تفاوت‌های در اعتقاد یا به هر حال مبناهای حکومتی دارن، مورد تبعیض هستن متاسفانه. که خب ما حالا امروز البته می‌بینیم که بسیاری از شهروندانی که حتی اهل تشیع هستن، مسلمان هستن، فارس هستن و زبان فارسی هم دارن، به دلیل این اختلافی که با حاکمیت دارن مورد تبعیض هستن و این دامنه تبعیض متأسفانه هر روز و هر روز داره بیشتر میشه. خبرها و گزارش‌های متعددی که به بهانه کرونا از محرومیت در سیستان و بلوچستان مطرح شده، فکر میکنید آیا در تغییر رویکرد تبعیض‌آمیز حکومت و دولت به مردم این استان مؤثر خواهد بود آقای نخل احمدی؟ من دوست دارم خوشبین باشم، اما واقعیتش ما 40 سال هست بحران‌های بسیار زیادی در این استان داشتیم. در مدوستان سیستان بلوچستان از اون بحران‌های زیادی داشتیم. در مقاطعی شاید اینها بسیار موج خبری هم شامل اینها شده، اما ما تغییر رویکرد نسبت به این مردم و این منطقه تا الان نداشتیم. الان ما همین در همین لحظه که ما با هم صحبت میکنیم بادهای 100 روزه در سیستان بلوچستان هست. این بادها درهای گذشته هم بوده. هر روز موج در این مواقع موج کسانی که خب دچار بیماری تنفسی میشن در این استان افزایش پیدا میکرد. در همون زمان هم امکانات برای درمان همین تعداد یا همین مشکل اندک هم وجود نداشت. یعنی ما مشکل بیکاری، مشکل آموزش، مشکل به هر حال بحث فقر، اینا مسائلی هست که در کل دهه‌های گذشته بوده، مردم صحبت کردن، عینیت اینها در این استان به وفور دیده میشه. اما خب یک عمدی در نظام جمهوری اسلامی هست که این استان و استانهای شبیه این متأسفانه در همین وضعیت با اختلاف شدید با بقیه استانها باقی بمانند. بسیار سپاسگزارم از شما مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از تورین ایتالیا، و با سپاس از شما که در این برنامه دیدگاه ما را همراهی کردید.